محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اینجا در استودیو با ماست و همکارم آرش علایی هم از کنگره آمریکا به ما پیوسته. با آقای قائدی شروع میکنم. چطور میبینید این واکنش های گسترده رو که میگن این پولی که به جمهوری اسلامی داده شده حدود 6 میلیارد دلار و بعضی ها حرف از این میزنن که شاید بیشتر باشه، باجده ای هست و در نهایت حتی اگر برای مصارف انسان دوستانه استفاده بشه، جمهوری اسلامی فرصتی پیدا میکنه تا منابع بیشتری داشته باشه برای اقدامات شرورانه در منطقه؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من اول یه نکته رو بگم. در گزارش در اون مطلب وال استریت جورنال این اشاره شده که این یه بخشی از توافق بزرگتره برای برجام، که من این رو کاملا صفر میدونم. ایران به نظر من هرگز به اون نقطه بر نخواهد گشت. الان با توجه به اینکه بالای 160 کیلو اورانیوم 60% غنی شده داره، بالای 500 کیلو اورانیوم 20% غنی شده داره، برگرده به اون شرایط برجام که مثلا اینا رو در حد 3% و 3.6 و 300% تقلیل بده. ولی حرف از این هستش که یه مقدار رقیق سازی کردم و دیگه انباشت مواد غنی سازی شده اورانیومشون رو کمتر کردن. این گزارش‌هایی هستش که این برانور داره منتشر میشه. ببینید، کنگره آمریکا هم توی صحبت‌هایی که نمایندگان کنگره میکنن میگن که ما از جزئیات توافق خبر نداریم. اینها گمانه‌زنی‌هایی که زده میشه و خب خیلی زیاد هستن. یعنی یه بخش از گمانه‌زنی‌ها اینه که ایران مثلا پذیرفته که در سوریه به نیروهای آمریکایی حمله نکنه، نفتکش جدیدی رو نره به سمت توقیفش و موشک‌های بالستیکش رو بعد از پایان و محدودیت که بر اساس 2231 روی ایران گذاشته شده به روسیه نده و در قبالش آمریکا هم تنش‌ها رو بالا نبره، تحریم‌های جدیدتری وضع نکنه و اینا. ولی می‌خوام بگم که اینها همه در سطح گمانه‌زنیه و ما اطلاعات دقیق در مورد اینا نداریم. اما در مورد اون بخشی از استدلال وال استریت جورنال که معتقدن که این پول برای پراکسی های ایران در عراق و کشورهای دیگه مصرف میشه، در واقع این خیلی سخته اگر این کارو بخوام بکنم، به خاطر اینکه پیچیدگی که تحریم ها برای ایران ایجاد کرده باعث شده که اصلا رسیدن این پول به قطر بیش از یک ماه طول بکشه. میدونیم که از در واقع کره باید بره سوئیس، تبدیل به یورو بشه، بعد بره قطر و بر اساس اون چیزی که رئیس بانک مرکزی ایران خودش در واقع گفته، ایران فقط میتونه در واقع ثبت سفارش کنه، سفارشاتش رو بگه و شرکت‌های قطری خرید رو برای ایران انجام میدن و پرداخت رو بانک قطری انجام میده. بنابراین تبدیل شدن این پول به اینکه بخواد نقد بشه، در اختیار این ایران قرار گرفته بشه، خیلی ناممکنه. ولی خب من خودم میتونم استدلال مخالف این رو هم بیارم. استدلال مخالفش هم اینه که خب این میتونه یک بخشی از درآمد ایران رو که قرار بود برای خریدهای دارویی یا غذایی مصرف بشه، اون رو آزاد نگه داره در اختیار ایران که اون پول خرج گروه های پراکسی بشه. یا حتی بدتر از اون بگیم که ایران همونطور که در مورد مثلا پمادهای مرتبط با بیماران پروانه‌ای یا مسائل مربوط به واکسن کرونا یه بدنامی‌های درش وجود در موردش وجود داره، ایران میتونه این کالا رو خرید کنه بیاره ایران و بعد اینو تبدیل به کش کنه و بفرسته در اختیار این گروه‌ها قرار بده. ولی اگر که ما بخوایم اینجوری در واقع با این بدبینی‌ها نگاه کنیم، اون وقت باید یک مرزی بکشیم. اون مرز هم اینه که تحریم‌های آمریکا هدفشون این بوده که معافیت‌های بشردوستانه وجود داشته باشه براش و اینو طراحی کردن. اینی که ما اون وقت مرز این که این معافیت‌های بشردوستانه کجا باشه رو در واقع چجوری میتونیم تعریف کنیم و بعد کجا بذاریم، چون همیشه راه وجود داره برای بدبینی که ایران بالاخره این پولو میتونه برای پراکسی‌هاش خرج کنه. بریم سراغ آرش علایی، همکارم در کنگره آمریکا. آرش، در همین چند روز هم صداهای انتقادات به خصوص جمهوری‌خواهان رو نه فقط در کنگره، در جای مختلف داریم میشنویم در مورد این توافق. گمان میکنم احتمالاً الان انتقادها بیشتر هم خواهد شد با توجه به رویکردی که وزارت خارجه امروز در یک ساعت گذشته نشون داده در مورد کسانی که الزاما شهروند آمریکا نیستن اما اقامت دائمی این کشور رو داشتن. خب انتقادها فقط از سمت جمهوری خواهان نیست، برخی از دموکرات ها هم زبان به انتقاد گشودن. مثلا آقای استنلی هویر، یکی از اعضای ارشد عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات، عضو هیئت رئیسه بود در زمان خانم پلوسی، ایشون یکی از منتقدین سرسخت جمهوری اسلامی است، یکی دوباره با ایران اینترنشنال مصاحبه کردن، اسم ایران میآید، واکنششون میدهد واقعا. و الان هم این بار با اینکه آقای هویر از نمایندگان قدیمی است و از دوستان جو بایدن به حساب میآید، خیلی خانواده‌شون به هم نزدیک هستند، انتقاد کرده از این حرکت و گفته نمیتونه تصور کنه سناریویی رو که در اون جمهوری اسلامی انگیزش بیشتر نشه برای گروگانگیری با فرستادن این پول. و
در واقع آزادسازی اون. جمهوری خواهان هم بخش هایشون همین داستان والستی جورنال رو بهانه کردن برای اینکه بگوین کنگره باید نظارتش رو عمیق‌تر بکنه. آقای مایک ترنر نماینده جمهوری خواه از ایالت اوهایو گفته است به واشنگتن اگزامینر که اگر واقعا این توافقی باشد فراتر از تبادل زندانیان و حالا بر اساس اخباری که داریم میشنویم اورانیومشون رو قرار رقیق بکنن جمهوری اسلامی یا کمتر بکنه مقدارش، اگر هر گونه این دوتا داستان و هم ربط داشته باشد، آقای ترنر میگوید کنگره باید وارد عمل بشه به خاطر که قانونی وجود دارد فرداد به اسم اینارا که همون موقعی که برجام امضا شد کنگره آمریکا این قانون رو تصدیق کرد، رئیس جمهور اوباما هم اون موقع زیرش امضا کرد. اگر بر اساس این قانون در تفاهم بین دو کشور در توافق برجام تغییر ایجاد بشه، نوع تفاهمشون تغییر بکنه، کم یا زیاد بشه، دولت موظف است که بیارد این توافق جدید رو به کنگره برای بررسی. و به نظر میاد دولت بایدن خیلی ماهرانه یا ناشیانه بستگی به اینکه جزء طرفداران یا مخالفین آقای بایدن باشی دارد سعی میکنند این رو دور بزنند. بخش دیگری هم که امروز به نظر من قابل توجه هست این مصاحبه هایی است که ما داریم میشنویم از بخش هایی از ایرانی آمریکایی ها که قبلا هم انتقادات ازشون زیاد بود که راجع به جمهوری اسلامی و از این وقتا یک جوری صحبت میکنن به نظر میاد خیلی نرم هستن یا حتی در همون کانال هستن. مصاحبه هایی که ما مثلا در طول یکی دو روز گذشته دیدیم از آقای تریتا پارسی در برنامه دموکراسی نه که اومد و از این دفاع کرد به شدت و گفتش که اصلا تنش ها رو دولت آمریکا داره زیاد میکنه به خاطر اینکه یه سری تفنگدار فرستاده خلیج فارس. و امروز هم علی واعظ در MSNBC در برنامه تلویزیونی به صورت لایو جمله‌ای که ایشون گفت، گفت جمهوری اسلامی پول آزادی زندانی گروگان ها رو میدهد. یعنی ایشون داشت میگفتن ازشون پرسیدن که آیا این تشویق نمیکنه جمهوری اسلامی رو به گروگانگیری بیشتر، گفت گروگانگیری ها معمولا پول رو از یه نفر دیگه میگیرن نه اینکه از جیب خودشون پرداخت کنن و این پول پول جمهوری اسلامی بوده است. بنابراین در واقع اونجوری که آقای واعظ گفت جمهوری اسلامی پول آزادی این زندانیان این گروگان ها رو داده است. من میخوام این رو حالا بگم جدای از این که چقدر این حرف غلط هست، به خاطر اینکه اگر هم قرار باشد این پول رو شما تصور کنید که حتی پول نفت ایران هست، پول نفت ایران متعلق به مردم هست، متفاوت هست از سیستمی که در آمریکا وجود دارد. اگر نفت رو یه شرکتی میفروشد دولت یه مالیاتی میبنده، بقیه مال اون شرکت هست. ما میدونیم این 6 میلیارد دلار تو جیب کی خواهد رفت، خیلی واضح است تو جیب مردم نخواهد رفت، این واکسن نخواهد شد بره توی دست مردم ایران، نون نخواهد شد بره توی سفرشون، این پوشاک نخواهد شد برای مردم، نفت نخواهد شد بسوزونن گرم بشن، این صاف میرود جیب سپاه پاسداران و بیت رهبری. و وقتی شما این تحلیل ها رو میشنوید در بخش تندرو حزب دموکرات در چپگرایان حزب دموکرات، به نظر میاد که خودشون مدت هاست آماده کردن برای این توافق و از هر گونه توجیه استفاده می کنن برای اینکه بگوین این توافق 100% به نفع ایالات متحده است. از اون طرف هم نیوکان ها رو که شما ملاحظه کنید ببینید، مثلا آقای مارک دوباویس رئیس FTD در مقاله ای نوشته است به درستی که بارها و بارها هم جمهوری اسلامی تا حالا از این داستانی که میگویند مواد و اقلام بشر دوستانه سوء استفاده کرده است، از آمبولانس برای بردن سرباز استفاده کرده است و سلاح از خرید مواد غذایی استفاده کرده است به فرستاد حزب الله. و الان به نظر میاد دو طرف چپگراها و راستگراها به شدت در این مورد با همدیگه وارد مشاجره شدند. ممنونم از آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا و اینجا در استودیو محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. متشکرم.